در این برنامه با عبدالحمد خاکسار لذات شاد، شیرین و خندان را داشته باشید. سلام بیننده های عزیز، من عبدالحمد خاکسار با فکایات در خدمتتان هستم. خدا کنه که تا این دم برنامه های ما را که ثبت کردیم و دیدین مورد پسندتان قرار گرفته باشه. خدا کنه که خوش و سرحال باشین، جور باشین، زنده باشین. شما میتونین ما را کمک کنین، ما را یاری برسانین. شما ما را میتونین که در این برنامه یعنی به ما همکاری و کمک شما را از خداوند کریم و شما میخواییم. زنده باشین، لطفتان است. دوستای عزیز میگه یک رفیقش برای یک رفیق دیگه خود گفت که ولی بچه یک گپ بزنمت اگر خفه نمیشی همی بچه ها بدرنگ هستی. رفیق خود گفت، رفیقش رو سعی کرد گفت بچه برو، من اولی تو نبودم، من وقتی که تولد شدم در شفاخانه من رو حالش کرده بودن. خود دوستای عزیز قربان تک تک شما، یکی از مردم های همی قطغن زمین در کابل آمد، چاشت بود رفت پیش امی دوکان کلپز، یک قرآن کشید کلپز داد، گفت که نصفش کلپته نصفش آن پاچه بته که دینان. امی کلپز تو نیمت پسند کرد گفت جد گفت جدش آن شروع بته، به خاطر ازی که یادم رفته بود. خیر میبینی خوب شد که یادم کردی. دوستای عزیز قربان شما، زنده باشین. ما کوشش میکنیم که برنامه های ربرتان پیشکش کنیم که بتانیم یک لبخندی به لبای شما بیاریم. دوستای عزیز شما میتونید از طریق علمی فکایات با خاکسار اعلانات خود، انتشارات خود، گفتنی های خود برای ما ارائه کنین. ما در خدمتتان هستیم. ما از طریق علمی برنامه خالد اسکی پرودکشن گپ نو میتونیم اعلانات شما را، گفتنی های شما را نشر کنیم و به بیننده‌های عزیز او را تقدیم کنیم. دوستای عزیز دو نفر دوست در میرا روان بودن، در را روان بودن، در میرا یک دفعه سگ غوغو کرد، غوغو کرد. یه دوستتون دیگه دوست خود سعی کرد گفت که چی میگه؟ گفت حالا اگر بفهمم میگه که کدی خط چند خط تو میزنی. خب دوستای عزیز قربان شما شوم، زنده باشین. یک چیده که دارم من براتان میخوانم، خدا کنه که خوشتان بیاره. این راجع به می کسایی است که یگان چاپلوسی و یگان خم خم و یگان چم چم میکنه. خدا یاری جان یگان تو هست که اینی به خاطر ازی که بتانه خوش خدمتی کنه و کسی دیگه یک دوست خدا، یک رفیق خدا کم میزنه پشوری کسی. اونمو آدم اینمیست که من برای تان میگم گوش کن. چاپلوسی مکن ای همکارم، چاپلوسی را هیچ خوش ندارم، چاپلوسی را هیچ خوش ندارم، چاپلوسی مکن ای همکارم. زیر کس یک خبر می رسانی، زیر کس یک خبر می رسانی، بری هر کی ضرر می رسانی، بری هر کی ضرر می رسانی، تو شر می رسانی. از سر دوستی با تو بزارم، از سر دوستی با تو بزارم، چاپلوسی مکن ای همکار،
دارم به جان ما شرر میرسانی، به جان ما شرر میرسانی، تو شرم رسانی، تو شرم رسانی، از سر دوستی با تو بذارم، چاپلوسی مکن ای همکارم، چاپلوسی رنگ خوش ندارم، چاپلوسی رنگ خوش ندارم، چاپلوسی مکن ای همکارم، توبه توبه ز چوکی دوانی، توبه توبه ز چوکی دوانی، توبه توبه ز شیرین زبانی، توبه توبه ز شیرین زبانی، اثر دوستی با تو بذارم، اثر دوستی با تو بذارم، چاپلوسی مکن ای همکارم، چاپلوسی مکن ای همکارم. دوستای عزیز، امی آدمی چاپلوس اگر آدم کارت نبیه خفاهم نکشه کن بازتان شو که امی چاپلوس، آدمی چاپلوس هیچ خوش آدم نمیه. بیبی امی یک بخاطر از این که خدا بتانه در یک موقف برسانه، در یک جای برسانه، کوشش کنیم که همین تو مرد واری باشیم، مرد واری زندگی کنیم، مرد واری بگردیم، مرد واری، چون که میگیم مرد هستیم نام خدا مرد میمانیم. پس دیگه از این بابات چاپلوسی و این گپا این بدد نمیخورم. خدا کنه که مولد پسندتان قرار بگیره. دوستای عزیزم، قربان شما شوم، زنده باشیم، شما را خداوند زنده و سلامت داشته باشه. عزیزای محترم، میگه یک گندون نه مسلمان شده بود، این پیش قاضی آوردن، قاضی که دید تو واش که خوشحال شد، قاضی بر علاوه دی که این نصیحت کرد، گفت میفهمی که بچه که تو نه مسلمان شدی به این معناست که خداوند تو را بیخی از این کل گناه های تو عفو کرد، تو را خداوند این بیخی دیگه دوز داره. هیچ چند وقت تیر شد، یک سه ماه بعد این گندونه امی نیل المنکر و شدیا امی یا گرفته آورد پیش امی قاضی، گفت صاحب این امی نفر امی بینیم، صاحب گفت این امی روزرم میخوره، صاحب گفت بر علاوه ایدی که روزرم میخوره نماز هم نمیخوانه. این قاضی سونی صاحب کرد بد بد میپدره روزم خوره او نوزم نکوه بلاده و روز بدست گورم. گفت قاضی صاحب قربانه چوم، تدقیه تو چوم، بلای تو را بگیرم، تو خودت گفتی که یعنی تو فقط در این میمانه که تو نو از مادر تولد شده باشی. این قاضی صاحب تو بگو همین آدمی که سه بار نو از تولد شده باشه سریش روزه و نماز رواست؟ قاضی لا خود و لا ببری کم چوره ببری موته 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 عزیز قربان شما زنده باشین. میندای عزیز صدقه شما شما این دمی زیر اسکرینه که این برنامه ما که میبینین، این دمی لباس ها را این دمی شما خریداری کنین، ما را کمک میکنین، ما را یاری میکنین، کوشش کنین که برای ما کمک بهتان، یعنی برای ما لایک کنین، ما را فراموش نکنین. ما همیشه در خدمت شما هستیم. قربان تک تک شما شما زنده باشین، با عزت باشین. ما در خدمت شما هم شریعای عزیز قرار داریم. دوستای عزیز، خدا کنه که تا این دم برنامه ما خوشتان آمده باشه. خب یک شوهر از زن خود یعنی سوال کرد، گفت که نام چهار حیوان رو بگی که سر حوالش خی بیاید. این زن گفت که خودت، خواهرت، خیر نادیده مادرت و خیرات خورم پدرت. یعنی که این چهار نام گرفت. گفت ناخونونو روزن تو چی میگی؟ گفت مالی دیگه دلت. خب دوستای عزیز قربان شما، یعنی یک نفر مریض شد پیش دکتر رفت، دید که فیس دکتر بسیار بالاست. دکتر گفت دکتر جان فیست بالاست، اگه فیست تخفیف میتی خب من میگم که کجا درد میکنه، اگه فیست تخفیف نمیتی دیگه خودت پیدا کن که کجا درد میکنه. دوستای عزیز خدا کنه که خوشتان آمده باشه برنامه ما، خدا کنه که اینه بتانیم خدمت برتان کنیم، لبخند و لبایتان بیاریم.
دوستای عزیز ما را کمک کنین، ما را همکاری کنین. یک فش ما آمد ازم بود که من چی بود. خدا کنه که همین اندیوال من گفته بودم بیا تو که همین چیزهای ما را بخواد. بچه مموس البته فش فش خونه کنه. بیا در، یا نه تو بیا ای جنه، بیا تو که تو بیا پالی من بیشه از دور اقصه میزنی کاری ما را نگیره. گم بشکو یه نمه که میگم بتا که لچه لق خواه میکنی باد نصف روز باد باد بکرم چالان میکنی میفهمی که گرمی بچه جان دو هوا ها که آدم شوه کوشش کنین قربانتان شوم که اول اگر استراحت میکنین یک نواخت استراحت کنین بخاطر از دیگه اگر از سر شو باد پکر چالان میکنی باد گل میکنی باد چالان میکنی یخ میشی و گرم میشی و گرم میشی و یخ میشی بالاخره به مرض اخسه که اندیوال ما مبتلا شده به مرض مبتلا میشین کوشش کنین بیننده های عزیز قربان شما شوم که یعنی در اینی وقت آدم زود هوا آدم میگیره به خاطر از اینکه گرم سرد میشه آدم زود مریض میشه یعنی دوست عزیزم بیا بیادر دیگه بیا قربان چاو آیا نه خب بیننده های عزیز زینه شکر که دوست با آمد بیادر یک قصه من میتون بیدار خواب بود یه چی خیلیت خوب باشه ما هم سلام های خود تقدیم میکنم خدمت تمام بیننده های ما تمام بیننده های برنامه خاکسار صد امید که جور و خوب سرمند سرحال باشین و یکی از روزهای دیگر به خوبی و خوشی سپری کنید زنده باشی قربان چم دوستای عزیز یعنی دوست ما شما در این فکر نباشین که ولی من همی کمت های شما را نمی خوانم خوانده می تانم می خوانم به خاطر از اینکه همی دوست ما یگان دفعه یعنی خواهش کردیم از پیشش که بیایه همی کمت ها را بخوانه و ایتو فکرتان باشه که من همیشه کمت هایی که شما رایی می کنیم من براتان می خوانم از اوالتان با خبر می شم این دفعه گفتم که بیام مستقیما یعنی دوی کامره استاده استیم ششتیم استاده استیم ششتیم ببخشی به نگان دفعه زبان گوشتیش غلط می کنه زبان سر 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 می دید برباد یکان دفعه آدم در گرگره زبان برابر می کنه شگرد باشه جو بمیگم خلاد هم بلا هم بلاس هم قلا اگر گیرت کرد خدا او را تی که چقدر ترکش اگر ایلایت بود اگر یک دفعه ایلایت کرد والله که دنیا را بکنی اگر کسی بباید که هم یاد است آرق بزنی چطور است همه تو قد نه بسم الله کنه که بخش شروع کن بیبی که دوست ها چی میگن چی میگن آبازم از دری گفته بسیار عالی خاکسار صاحب دل هموطنان ما که دور از کشور است خوش ساختین همراه فکایی های عالیتون شما هم خوش و خوشحال باشید به امید یک صلح سراسری در کشور عزیز الهی آمین الهی آمین خداوند یک صلح سراسری را در وطن ما بیاره که تمام هموطنان ما دوباره پس به وطن خود بیاید یک افغانستان آباد یک افغانستان سرسبز جور کنیم و بتانیم که در فضای صلح و آرامی خدمت به هموطنان خود کنیم قربان شما زنده باشین خواهر گلم عصیب گفته خاکسار صاحب موفق باشین استاد خاکسار صاحب و قادری صاحب زنده باشین قربان شما خدا نگیری تانه زین کاپیسا گفته بسیار عالی موفق باشن زنده باشی قربان چم زین جان خدا نگیری تان زنده باشی مهران نظری گفته خاکسار صاحب عزیز خداوند صحت سلامت داشته باشد همیشه شما و فیاض جان عزیز گل خدمت تان عرض کنید در یگان برنامه هایتان کابلی را دعوت کنید خوشحال میشم بچه شم بردو دیده فیصل احمدی گفته الله یارتان خاکسار صاحب الله یار خودتان بده اقوا قولی گفته شما به سلامت باشید خاکسار صاحب و دوست شما واقعا عالی بود قربان شما زنده باشید تشکر از لطفتان مهران نظری گفته خاکسار صاحب شماره تلفنتون رو بنویسید که میخوام همراهتون صحبت کنم قربان شما شماره تلفن من بگویم یه سعی کو یگان دفعه یگان شماره تلفن که بیتی یگان دوستای عزیزم قربان دینا شوم خب کلا گیره نمیگیم یکان دوستا که شما روی تلفون بیتی 12 بجه شب شد 1 بجه شب درنگ درنگ میخیدی که خدا خیر پیش بیاره که چی گپ شده چی گپ نیسته وقتی که میورد داری گوشه کرد بله امیرک کجاستی؟ با بچه خود ایش نیست میشم نه کجاستم نه خانه خود هستم خواب هستم خواب هستی خیلی خواب کنی که خو خانه قرار نشه و بری ازت همی چی جبر چی مشکل داری کنی ما مشکل ما را از این نت میشه از قوم میکشی این تو دوست هستن خب خیره با وجود از این هم خیره ما همی تکلیف دوستان را تعمل میکنیم
قبول میکنیم نمره تلفنی مرا اگر انشاءالله باز براتون برنامه انشاءالله که نمره تلفن خود براتون ارسال میکنم. امید افغان گفته خاکسار صاحب دمت گرم. خاکسار صاحب همراه با مهمانان عزیزتان. قربان شما، دم شما گرم باشه. نانتان گرم، آوتان یخ، هر جایی که هستید زنده باشید. بکتاش گفته سلام به خاکسار صاحب و قادری صاحب، خوشحالم از این برنامه زیبایتان، موفق باشید. قربان شما، زنده باشید، تشکر خانیتان آباد. نورین آماد گفته موفق باشید فیض جان، مهربان زنده و سلامت باشید. زنده باشید فیض جانم، زنده باشید برادرمم، زنده باشید. علی حسینی گفته با سلام و احترامات خدمت تمام کارمندان اسکی پروداکشن یک پیشنهاد داشتم. با زحمت از این تیشرت هایی که یک دیزاین به عکس رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری درست کنین خوشحال میشن. شخصا علاقه خریداری دارم. خب انشاءالله که در برنامه آینده همی فرمایش شما پذیرفته میشن. خاکسار صاحب یک کومنت هست دیگه نمیفهم نشته کده آخ میرک موفق باشی. آخ هرکی که هستی تو هم موفق باشی. زنده باشی بگویش دیگه. همه قدر خاکسار صاحب کومنت های امروزی دیگه بس از از دوست هر چی رسد نیکوز قربان چاو زنده باشید بینده های عزیز. خب بگونی که چی بگویند بینده های عزیز فکرتان باشه، فراموشتان نشه، ما را لایک کنین، کمک کنین، فراموشتان نشه، ما در خدمتتان هستیم. چطور؟ همون ترزید اتا آخری تیزی کنند نترسید چی بایدا چی کنند؟ سبسکرایب. چی کنند؟ سبسکرایب کنین ما را، ما در خدمتتان هستیم، قربان شما، زنده باشین. یک اقصه خودی نشد اصلا خوب بود پناه دارد. زنده باشی قربان شما، خدا باشید، زنده باشید بیندرهای عزیز. شما را به خداوند تک تک شما را مسپاریم. خداوند شما را زنده و سلامت زنده جور داشته باشه، یار زنده و صحبت باقی.